أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. شب‌های گذشته عزیزان اگر خاطر شریفشون باشه، بحث ما حول محور اسماء و نام‌های قیامت بود. یکی از اون نام‌ها عبارت از یوم القیامه بود، روزی که همه بندگان خدا در برابر خدا برای حساب و کتاب می‌ایستند و قرار می‌گیرند. نام دیگر عبارت از یوم الحساب بود، روزی که تنها دیگه روز حساب، روز عمل کردن نیست. کسی بگه من برم کاری انجام بدم برگردم، دیگه نیست، فقط و فقط روز حساب. در حالی که در دنیا روز روز عمله، برعکس قیامت. این روز حساب اگر مورد فراموشی قرار بگیره، کار دست انسان میده که انسان فراموش کنه، ریز و درشت اعمالش قیامت مورد محاسبه قرار میگیره، چه در خوبش و چه در بدش. یعنی اگر انسان روز حساب رو فراموش کرد، کار خوب هم دیگه کم انجام میده. چرا؟ چون باور نداره که این کار خوبش رو یه روزی نشانش میدن. اون کسی که روز حساب رو باور کرده، میدانه که اون چرا که انجام میده قیامت نشانش میدن. همین دیروز مسجد لاله‌زار که من ظهرها منبر میرم، یه پیرمردی داشت با من یه مسئله ای رو صحبت میکرد. در همون حال یه کسی هم آمد با من صحبتی کرد، با آقا من چند تا مشکل دارم. این احساس کرد که اون نیاز مالی داره. گو آقا تو نیاز چیه؟ بگو ببینم مشکل. گو آقا نه من مشکل مثلا بیماری دارم، مریضی دارم. گو بگو مشکل چیه؟ و او روش نشد رفت. گو اگه اینا مشکل ما چند نفر بودن؟ گو اگه اینا مشکل مالی دارن، من پول دارم بدم. ما هم زود امام جماعت رو خبرش کردیم، گفتیم آقا این میخواد یه کمکی به اینا بکنه، اگر میخوای. او هم بهش گفت این تو سری گفت یه قبض بنویسن. گو آقا قبض چیه؟ همین الان امام زمان انقدر این رو با همه وجودش میگفت، لذتی بردم دیروز وقتی این گونه این پیر مرد هم گفت همین الان امام زمان. آقا جانم، امام زمانم داره میبینه که من میدم، قبض بدی یا ندی چه فرقی برای من میکنه. این حرف من دلیل بر این نیست که انسان یه جایی پول میده قبض نگیره. نه، اون قبض گرفتن در جای خودش برای اینکه یه وقتی بعدن توهمی نشه، خدای نکرده سوء تفاهمی نشه، خیلی هم خوبه. اما میخوام اعتقاد این پیرمرد رو عرض کنم. همون لحظه باور داره که ولی زمانش حق متعال جل و علا دارن این کار رو میبینن. انسانی که اینو باور کرد، هرچه این باور بیشتر شد، صبح تا شبش به این سبک میگذره و از اون طرف گناهش کمتر میشه. به مرحوم آیت الله العظمای بهجت رضوان الله علیه گفتن آقا یه کتاب اخلاقی به ما معرفی کن. ایشون فرمود کتاب اخلاق نیاز نیست، همین یه آیه کافیه. علم یعلم به ان الله یرا. آیا خدا نمیبینه داری چی کار میکنی؟ اگر انسان این نظارت و این حساب فردا رو باور کرد، به شدت روی رفتار و حرکات و سکناتش اثر میگذاره. اینم دو تا اسم. نام سومی که دیروز بهش و دیشب بهش رسیدیم یوم الاخره بود. اما اونی که امشب میخوام عرض کنم که تقریبا میشه گفت با این عبارت یوم الحسرت تو قرآن یه بارم بیشتر نیست، حسرات داریم ولی یوم الحسرت ظاهرا یه باره، اونم سوره
مبارکه مریم علیه السلام، فردای قیامت رو روز حسرت هم بهش گفتن. حسرت مال کجاست؟ حسرت مال اونجاییست که انسان یه چیزی که خیلی خوب بوده رو چی؟ به راحتی از دست میده. این گاهی تو دنیا هم برای انسان اتفاق میفته ها، یعنی قصه قیامت سر جای خودش، همین دنیا هم بعضی ها دچار حسرت میشن تو دنیا، یعنی یه چیزایی رو دارن بهرش رو نمیبرن، استفادهش رو اونجوری که باید نمی کنن. اینا هم دچار حسرت در زندگی میشن. نقل میکنن در حالات طلحه، میدونید طلحه و زبیر و یکی از همسران پیغمبر اکرم، اینها هم هر سه آمدن بصره، شورش عرض کنم کودتا کردن و شورش ایجاد کردند و مقابل امیرالمومنین علیه السلام ایستادن. طلحه و زبیر و اینا خودشون اتفاقا جز قاتلین عثمان بودن، اما بهانه شون رو بر مقابل امیرالمومنین علیه السلام خون عثمان، خودشون شریک بودن تو قتل عثمان، بعد آمدن همین رو بهانه کردن، خون عثمان رو برای جنگ با امیرالمومنین علیه السلام. حضرت سپاهی رو فراهم کرد و آمد برای اینکه بصره رو به سر جاش بنشونه. خیلی هم تلاش کرد حضرت که کار به جنگ کشیده نشه، چون اینا فریب خورده بودن مسلمانای بصره توسط این چند نفر. هرچه امیرالمومنین تلاش زیادی کرد که اینا کوتا بیان، لذا ابن عباس رو فرستاد با زبیر صحبت کنه. رفقای عزیز، آیان عزیز، کسانی که این برنامه رو بعدن احیانا میبینن، مادرها، پدرها، به این قصه تاریخی دقت کنید. ابن عباس میگه من آمدم نشستم با زبیر صحبت کنم، زبیر رو نرمش کنم، چون سابقه درخشانی زبیر داشته، سیف الاسلام بوده، با امیرالمومنین خیلی همراه بوده، عاشق امیرالمومنین علیه السلام بوده، عشق می‌ورزیده به حضرت. میگه آمدم داشتم زبیر رو نرمش می‌کردم، غلام زبیر نگاهش افتاد، دید زبیر داره نرم میشه، بلا فاصله رفت عبدالله ابن زبیر پسر زبیر رو خبر کرد. عبدالله که اومد تو اتاق، دوباره زبیر برگشت سر جای اولش. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن زبیر با ما بود تا پسرش عبدالله بزرگ نشده بود، پسرش که بزرگ شد زبیر رو از ما جدا کرد. یعنی گاهی بچه های انسان رو از مسیر خارج میکنن، از مسیر حق دور میکنن، خیلی باید مراقب بود. گاهی بچه های انسان رو به حرام می اندازن و آخرش دچار حسرت می شه و از دنیا میره. خب زبیر اونجا نرم شد، دوباره سر جاش برگشت. وسط میدان از اون طرف زبیر اومد، از این برم امیرالمومنین علیه السلام آمد. عایشه فریاد زد، گفت مراقب زبیر باشید که احیانا علی ابن ابی طالب رو از پا در نیاره، چون کسی مقابل علی میامد دیگه بر نمیگشت. که یه کسی گفت خیالت راحت باشه، او زره داره و علی ابن ابی طالب برای جنگیدن نیمده، یعنی همجا عادی اومده بود حضرت. اینا پسر دایی پسر عمم بودن. حضرت بهش فرمودن زبیر یادت یه روز تو داشتی با پیغمبر میامدی، پیغمبر اکرم سلام کرد و من لبخندی زدم، تو برگشتی به پیغمبر گفتی که یا رسول الله علی ابن ابی طالب دست از این کارای سبکش بر نمی داره. پیغمبر فرمود زبیر خاموش باش، علی کار سبک انجام نمیده، ولی در آینده تو مقابل او قرار میگیری در حالی که ظالمی و به حق نیستی. تا این خاطره رو برای زبیر تعریف کرد، حضرت مثل آب سردی بود که رو سر زبیر ریختن. گفت آه من یادم رفته بود، فراموش، من دیگه با تو نمی جنگم.
از معرکه خارج شد اما نیومد سمت امیرالمومنین، رفت بیرون به یه قبیله رسید. زبیر با اون همه سابقه درخشان رفت به یک قبیله رسید، گفت منو پناه بدید. گفتن زبیر تو کسی نیست که ما پناه بدیم، تو به دیگران پناه میدی. این معلوم میشه همش از ترس فرزندت عبدالله. آیون در همون حال داشت نماز میخون، ابن جرموز اگه اسمش درست تو ذهنم باشه، آمد و با شمشیر زبیر رو از پا در آورد. خبرش به امیرالمومنین رسید، حضرت خیلی ناراحت شد، شمشیر زبیر رو برای حضرت آوردن. حضرت فرمود چقدر این شمشیر غم و غصه رو از چهره پیغمبر برطرف کرده بود، ولی آخرش این شد، آخرش این شد. آیون حسرت یه وقت از قیامته، یه وقت از انسان دنیا الکی الکی از دست میره، الکی، و اونجا بیچاره میشه، یعنی حسرت دنیا و آخرت براش میمونه. طلحه یکی دیگه از این هاست. طلحه عثمان یک مزرعه بسیار بزرگی رو بهش بخشیده بود، بسیار وسیع، که میگن وقتی میرفت اون مزرعه میبود تعداد فراوانی فقط آدم باش میرفت و میومد. وسط جنگ جمل وقتی تیر به بدنش نشست، همینطور که میافتاد زمین میگفت بدبخت تر از من آدم دیگه تو دنیا پیدا نمیشه، بیچاره تر از من پیدا نمیشه. چرا؟ شاید مرادش این بود یه عمری کنار پیغمبر اکرم بودم، شمشیر زدم تو رکاب پیغمبر، آخرالامر وضعم این شد. حسرت، حسرت معناش اینه که انسان یه چیز به درد بخوری رو به راحتی از دست میده، حواسش جمع نیست، غفلت میکنه و از دست میده. حتی فرمودن قیامت اهل ایمان هم حسرت میخورن، حتی مؤمنین. اونا چرا؟ اونا یه نگاه فردای قیامت میکنن، میبینن بعضی ها چقدر اون بالا بالا هن و اینا این پایین هن، هر تو دو بهشتن اما اونا خیلی مقربترن. میفرمان اهل ایمان هم حسرت میخورن، چرا تو دنیا ناله ای، چرا یه دستگیری از یه بیچاره ای، هر اون چه که قیامت به داد انسان میرسه چرا بیشتر انجام ندادن که قیامت مقرب تر باشن. پس قیامت یه اسمش عبارت از یوم الحسره است. یه روایت جالبی است از وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به همین حسرت، که قیامت یکی از مصادیق حسرت اینیست که الان براتون میخونم. میفرماید حکمت 429 نهج البلاغه است، میفرماد ان اعظم الحسرات یوم القیامه، بزرگترین حسرت فردای قیامت اینه. اینه چیه؟ میفرماید که ببینید انسان ها تو زندگی دنیا چند رقمن. بعضی ها هستن یه مالی به دست میارن اما به دلایلی نمیتونن از این مال استفاده کنن، محروم از استفادهش از دنیا میرن. اینا یه دستن. یه دست دیگه هستن یه مال خوبی به دست میارن و اینو میذارن برای ورثه، حالا حرامم نیستا، میذارنش اینو برای ورثه و میرن. یه دسته دیگه اینا از همه حسرتشون بیشتره و او این است که از طریق حرام به دست میارن، یعنی لقمه حرام، مال حرام، ربا، رشوه جمع میکنن میذارن برای ورثه و میرن، یعنی خودشون بهره ای نمیبرن. این همه مال حرام میفته دست داماد، میفته دست پسر، پسره و داماده چیکار میکنن؟ آدم حسابی هن، اینو خرج کار خوب میکنن. قیامت میبینه
داماده و پسره دارن میرن بهشت و این باید بره آتش جهنم. فرمودن بزرگترین حسرت قیامت اینه که تو دنیا حلال و حرام رو با هم قاطی کنی، بذاری برای دیگران، بعد با اون چه تو انجام دادی دیگران باش برن بهش و تو بری آتش جهنم. خیلی سخته. یکی از این دوستان ما پدرش از دنیا رفت، اهل خمس و اینا نبود، تا از دنیا رفت به این دوست ما خب یه مبلغ قابل ملاحظه ای رسید، همونجا در جای مبلغ سنگینی به عنوان خمس از اون چه ارث بهش رسیده بود رفت مرجع تقلید و اون کسی که تقلید میکرد داد، باباه نداد، پسره داد. آه قیامت، این کار پسره چه معنایی داره، کار پدره چه معنایی داره. حضرت میفرماید ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله، مالی رو به دست آورده از راه حرام، فورثه رجل فانفقه فی طاعت الله، یک کسی ازش ارث میبره ولی او در طاعت خدا مصرف میکنه. فدخل به الجنه و دخل الاول به النار، این وارثه که بدون زحمت یه دفعه 5 میلیارد تومان گیرش اومده، این میره بهشت و وبال گردن اوست اون لقمه حرامی که پدر زنه و یا پدره و یا دیگری که به این ارث رسونده بود، او آتش و این اهل بهشت میشه. ابوذر غفاری مهمانی داشت برش آمده بود، میخواست بره یه جایی کار داشت ابوذر، رو کرد به مهمانش گفت آقا من کار دارم، تو زحمت بکش این چند تا شتری که من دارم برو اون شتر خوبه رو بیار نهرش کنیم برای نهار امروزمون، برای غذایم، ولی اون خوبه چاق و چله رو بیار. مهمان آدم نجیب و آدم حسابی بود، رفت تو شتورا چاقه رو بر نداشت، اون نحیف و لاغره رو برداشت بود. ابوذر وقتی برگشت دید این خوبه رو نیورده، گله کرد بهش، گفت تو خیانت به من کردی، چرا اون شتر خوبه رو نیوردی؟ گفت جناب ابوذر، شتر خوبه اون شتر چاقه بود، اما من مراعات روز نیاز و احتیاجشون، گفتم اون چاقه یه مو به درد میخوره، بذار این لاغره رو بیاریم. ابوذر غفاری تربیت شده این مکتب پیغمبر و امیر المومنین علیهم السلام، فرمود روز احتیاج من، به به، فرمود روز احتیاج من اون روزی است که من رو سرازیر قبرم میکنن، اون روز روز نیاز منه، اون روز احتیاج منه. بعد فرمود تو زندگی دو سه تا شریک داری، حواست جمع باشه، شریک اولت قضا و قدره، یه دفعه یه آتیش میاد همه رو برمیداره، یه سیل میاد همه رو برمیداره میبره، یه شریک دیگر بچه هاتن، اینا هم از دنیا که رفتی تقسیم میکنن، خوب خوباشون متدینینشون میشینن تقسیم میکنن دیگه، اوناییشون که احیانا که نه نمازی نه روزه، اونا که گاهی منتظر مرگ بابایه هستن که پدره زودتر از دنیا بره اینا به یه مالی برسن، اینم یه شریکه. این شریک سومه مهمه، فرمود شریک سوم خودتی، مراقب باش تو از اونا عقب نمونی. یه شریک سیل و آتش و زلزله و امثال ایناست، یه شریک هم بچه هاتن، یه شریک هم خودتی، قیامت حسرت نخوری که سیل اومد برد ولی تو استفاده نکردی، زلزله اومد و برد تو استفاده نکردی، بچهات بردن، داماده غریبه از راه رسید ورداشت و برد ولی تو بهره نبردی. فرمود شریک سوم خودتی، مراقب باش تو از اونا عقب نمونی. رضا یکی از حسرت‌های انسان قیامت اینه. حضرت عیسی علیه السلام داشت با حواریونش یارانش از یه جایی عبور میکردن، خیلی گرسنه‌شون شد این یاران حضرت عیسی علیه السلام، گفتن که یا عیسی ما خیلی گشنمونه، خیلی گرسنمونه، یه زمینی هم بود که حالا درخت داشت، زراعتی داشت که اینا رو سیرشون میکن، گویا عیسی گرسنمونه.
خدای متعالم وحی کرد به عیسی، فرمود بهشون بگو در حد اون مقدار سد جو و نیازشون اجازه دادم برن و از این زراعت استفاده کنم. اینا هم رفتن تو زراعت و هر کدوم به اندازه خودشون ورداشتن که بیارن به عنوان حالا شام و نهار استفاده کنن. در همین حال صاحب زمینه اومد، فریادش بلند شد، گوهای چه میکنید با زراعت من؟ من راضی نیستم، این حرومه، دارید میخورید. و شروع کرد داده بیداد کرد. عیسی علیه السلام از خدای متعال درخواست کرد، گو خدایا همه اون کسانی که قبل از این صاحب این زمین بودن همه رو برا من زنده کن، بیان من کارشون دارم. خدای متعالم پیغمبرش بود دیگه، همه اونهایی که اجداد این شخص بودن تا برسه به حضرت آدم علیه السلام همه رو آورد، همه شون رو زنده کرد. هر کدامشون گفت این زمینه مال من بود، این زراعت مال من بود، اون یکی این مال من بود از پدرم ارث بردم، اون یکی اون مال من بود از پدرم ارث بردم. این بابا صاحب زمینه هم چی یه ذره وحشت کرد، فهمید بابا این عیسی آدم کمی نیست. عیسی رو کرد بهش گفتش که دیدی اجدادتو، دیدی همه اینا صاحب این زمین بودن، همه شون رفتن، تو هم مثل همه اینا خواهی رفت، تو هم مثل اینا میری و این به دیگری میرسه. کجا چه میکنی اینقدر حرص؟ تمام این حرص زدنها، تمام این طمعکاری ها مال اینه که انسان گمان میکنه اون چه تو دستشه عبد و در تو دستشه، در حالی که چهار روزه است، دو روزه است، چهار رو دیگه این مال دیگران میشه و تو دیگه محرومی. پس تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. تا دست توه، تا تو الان قدرت داری، تا توان داری یه کاری بکن. اگر یه وقتی حرم امام رضا علیه السلام مشرف شدید، عرض کنم که این قصه ای که عرض میکنم رو اونجا ملاحظه کنن دوستان، این کتاب دعاهای حرم مطهر رو بردارید، حالا الان چاپای بعدی رو نمیدونم، اونجا نقشه حرم رو که داره، گوشه نقشه اسم این مدرسه آمده، مدرسه مرحوم عباس قلی خان رحمت الله علیه، که این حرم که گسترش پیدا کرده دیگه این خیلی نزدیک به حرم شده و شاید چسبیده به حرم شده باشه. این اول یه زمینی بوده، مثلا کاروانسرایی بوده، یه ملک مخروبه ای بوده. یه شب این مرحوم عباس قلی خان داشت با پسر شب داشتن تو این ملک مخروبه داشتن با هم قدم می زدن، پسر یه چراغ گرفته بود دستش و که بابای جلو پاشو ببینه. همجور که می رفتن بابای رو کرد به پسر، گفت پسرم من کتبن نوشتم، الانم شفاهی به تو میگم، بعد از من اینجا رو خرابش کنید، یه حوزه علمیه درست کنید، طلبه ها بیان اینجا قال الصادق و قال الباقر علیهم السلام بگن، یه چیزی قیامت و برزخ برای ما داشته باشه. پسر بچه متدین و عاقلی بود، زود این چراغو و فانوسه رو برد پشت سر بابایه. بابایه گفت پسر چرا چراغو بردی پشت سر؟ گفت بابا به درد پشت سرت نمیخوره. گفت نه بابا جلوی پام بگیر، جلوم ببینم. گفت بابا چراغ قبر و قیامت تو خودت جلو بفرست، منتظر نباش من برات بفرستم. اگه یه ورثه یه کاری هم برا بچه پدر و مادرش میکنه، این هنر ورثه است. تو اگه میخوای هنرمند بشی باید خودت انجام بدی. اگر خودت الان یه کاری کردی هنر کردی. وصیت خوبه، بد نیست، یعنی بهتر از اونیست که وصیت نمیکنه. اونی که میگه ثلث مالم برا چه خیلی خوبه، بهتر از اونی که وصیت. اما بالاتر و هنر بالاتر اینه، الان که به جونم بسته، الان که شیطان و هوای نفس میگه اگه بدی فقیر میشی، اگه بدی آیندت چی میشه، الان بده، الان از جانت بکن،
این برات ارزشه، این باعث میشه حسرتشو نخوری. لذا فرمودن زیانکارترین مردم، یعنی اونایی که خیلی زیان میکنن و ضرر میکنن، حدیث از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، اونایی هستن که اخسر الناس من رضی الدنیا عوضا عن الاخره، اونایی هستن که دنیا رو با آخرت عوض میکنن، یعنی آخرت رو میفروشن به این دو روز دنیا. این فقط مال مال و پول نیست، تو همه زمینه ها این قصه هست، تو مسئله شهوات جنسی این قصه هست. یعنی اگر یه جوانی در دوره جوانی، در دوره جوانی شهواتی که در دنیا اوج حرارت جنسیشه، اما اگه اینو با خدا معامله کرد، یعنی حرامشو به طرفش نرفت، خدا بهترین ها، چون بعد از یه مدتی کم کم این دستا به رعشه میفته، صورت چین و چروک، بعد حالا شروع میکنه حسرت خوردن، میگه ای کاش با اون رفقا اونجا نرفته بودم، ای کاش با اون بابا ارتباط برقرار نکرده بودم، ای کاش اون رابطه ای حرام رو نداشتم. این ای کاش ها بیچارش میکنه، بیچارش میکنه. ولی اون جوانی که جوانیش رو درست با خدا معامله میکنه، این حسرتش حداقل اینه که کمتره، کمتره. خب این جنبه های دنیاییست، جنبه های معنوی هم تو زندگی انسان این حسرته برای انسان هست. یعنی گاهی شده که مثلا یه عالمی، یه پدری، یه مادری، یه روحانی، یه منبری یه چیزی رو برای مردم گفته، مردم رفتن عمل کردن، خودش فقط گفته و عمل نکرده، قیامت با منبر او، با موعظه این پدره، یعنی پدره بهش گفت بابا جون راهت اینه، چاه اینه، خود باباه اهل نبود، فقط به پسرش گفت، پسره رفت و آدم شد، قیامت میبینه با موعظه او داره میره بهش، و این که خودش عمل نکرده راهش خیلی براش سخته، خیلی براش زیانه، خیلی اذیت میشه که دیگران با موعظه او بهشتی میشن و او نمیشه. سمرت ابن جندب، خب میدونید اعتقاد درستی نداشت، چه از زمان پیغمبر چه بعد از پیغمبر اکرم، دارد که معاویه ابن ابی سفیان 100,000 درهم براش فرستاد برای اینکه یه آیه قرآن رو به نفع ابن ملجم و به ضرر امیرالمومنین علیه السلام معنا کنه، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این در مورد امیرالمومنین علیه السلام، مالش لیلة المبیت، شبی که حضرت جای پیغمبر خوابید، آمد این آیه رو به نفع ابن ملجم گرفت و یه آیه دیگر رو که به ضرر بود برای امیرالمومنین معنا کرد. 100,000 درهم معاویه فرستاد که اینا رو جابجا کنه، زیر بار نرفت، کردش 200,000 تا، بازم زیر بار نرفت، کردش 300,000 تا، بازم زیر بار نرفت، به 400,000 تا که رسید پاهاش شل شد و این کار رو انجام داد. بعد از این که زیاد ابن ابی، بابای عبیدالله زیاد، به درک واصل شد، معاویه اینو کردش والی بصره، حاکم بصره شد. خب حالا این همه خودشیرینی کرده، حالا چی؟ حالا میخوان موزشو بدن، گذاشتش والی بصره، به 6 ماه نکشید عزلش کرد. خیلی زور داره یک کسی تو ستاد انتخاباتی یک کسی بدوه، دروغ بگه، از خونم آبرو ببره، پرونده سازی برای یکی دیگه بکنه، این برنده بشه، بعد هیچ کاری هم براش انجام نده. آیا معاویه 6 ماه اینو گذاشتش و عزلش کرد. اینقدر این میسوخ، میگفت خدا لعنت کنه معاویه رو، اگه به مقداری که معاویه رو تبعیت ازش کردم از خدا پیروی میکردم، خدا منو عذابم نمیکرد. عزیز من، دنیا و قیامت انسان حسرت اون پیروی هایی که از کسانی رو کرد که از خدا نکرد، حسرتشو میخوره. خوشا به حال اونهایی که اینجا بفهمن و به جای اون اطاعت در خانه خدا سینه بزنن، در خانه ولی خدا
سینه بزنن. دارد که امام باقر علیه السلام از پدرانشون از وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل کنن پیغمبر اینجوری فرمود، فرمود ستطفن و بزعت و منی به عرض خراسان، در آینده نزدیک پاره تن من در خراسان مدفون میشه. زیارت او پیغمبر میفرمود دو تا اثر وضعی داره. ما زارها، عرب وقتی مای نافیه رو با الا میاره توی جمله میخواد اینو بگه این است و جز این نیست، یعنی شک نکنی، تردید نکنی. فرمود ما زارها مکروبون الا نفس الله کربه، فرمود نمیشه کسی زیارت او بره الا اینکه قصدار باشه و زیارت او بره. خدا قصدش رو برطرف میکنه، خدا غم و اندوهش رو برطرف میکنه. لذا یکی از آثار وضعی زیارت امام رضا اینه، وقتی شما میری وارد حرم امام رضا علیه السلام میشی یا وقتی داری میای بیرون، یه احساس آرامش، یه احساس نشاط و شادی و بهجت و سرور به انسان دست میده. ولا مذنب الا غفر الله ذنوبه، فرمود و نمیشه کسی گناهکار باشه و زیارت امام رضا علیه السلام بره الا اینکه خدا گناهانش رو میبخشه و میامرزه. پس دو تا اثر وضعی اینجا پیغمبر فرمود. اما یه روایت دیگری است که این دلهاتون رو نورانیست، نورانی تر میکنه. این روایت از آقا امام کاظم علیه السلام، فرمود که اگر کسی قبر فرزندم علی ابن موسی رو زیارت کرد، خدا براش 70 حج مقبوله قرار میده. اون راوی روایت تعجب کرد، گفت 70 تا حج؟ حضرت فرمودن قال نعم و 70 حجه، نه 70 تا بلکه 700 تا حج. قلتو و سب مئه، دوباره تعجبش میشه، که 700 تا؟ حضرت فرمودن نعم و 70 الف حجه، فرمودن بلکه 70 هزار حج. قلتو و 70 الف حجه، 70 هزار، تعجبش بیشتر شد. بعد حضرت فرمودن فلانی رب حجت لا تقبل، بله همین جوره، ای بسا یه کسی حج میره و حجش مورد قبول واقع نمیشه، ولی من زاره و بات عنده لیلتن به به. فرمود اگر کسی زیارت فرزندم علی ابن موسی رفت و یه شب اونجا بیتوته کرد، کان که من زار الله فی عرشه، به مانند این است که خدا رو در عرش الهی زیارت کرده. باز این راوی روایت که داشت گوش میداد تعجب، گفت آقا که من زار الله فی عرشه، زیارت خدا در عرش؟ قال نعم اذا کان یوم القیامه کان علی عرش الله 4 من الاولین و 4 من الاخرین. فرمود فردای قیامت که میشه 4 از اولیان میارن، 4 از آخریان میارن. اما الاربعت الذین هم من الاولین فنوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام، اون 4 که از اولیان میارن نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام. اما اون 4 از آخری کیان؟ فمحمدون ماشاءالله علی محمد و علی محمد و علی و الحسن و الحسین، این 4 بزرگوارم از آخریان میارن. ثم یمد المزمار، مزمار به معنای سفره معنا کردن، به معنای میدان معنا کردن. میفرماید بعد این سفره، این میدان پهن‌تر و گسترده‌تر میشه. فیقعد معنا فردای قیامت، با ما همنشین میشن کیا؟ منظار قبور الائمه علیهم السلام، اونایی که زیارت قبور ائمه رفتن، امام حسین رفتن، سامرا رفتن، کاظمین رفتن، قیامت با ما همنشین میشن. الا
چه میکنه این جمله با دل شما؟ الا ان اعلاهم درجتن. این روایت رو یادمه که من که یه وقتی یادداشت میکردم، یادمه یه روز سر درس حضرت آیت الله رزمای وحید خراسانی سر درس این حدیث رو میخون. یعنی یه مرجع تقلید همین حدیث رو، یعنی حدیثی رو بگه آقا این حالا سندش، حالا محتواش میشه این قبول باشه. الا ان اعلاهم درجتن و اقربهم حبوتن من زار قبر ولدی علی علیه السلام. کلمه حبوه به معنای هدیه است، عطیه است. دیدید شما یه جایی میری کادو بهت میدن، جایزه بهت میدن، قره کشی میکنن، یه چیزی به نامت در میاد. حضرت فرمود قیامت همه اونایی که زائرین قبر ائمه علیهم السلام با مان، اما بدانید در بین همه زائرین قبر قبور ائمه علیهم السلام بالاترینشون، برترینشون از حیث جایزه و عطیه و هدیه‌ای که خدا عنایت میکنه و درجه شون از همه بالاتره، اون کسانی هن که قبر علی ابن موسی رضا سلام الله علیه رو زیارت کردن. یه خصیصه امام رضا علیه السلام داره عزیزان، و اون خصیصه رأفت و مهربانیه. نه اینکه اونای دیگه ندارن ها، نه نه نه، همشون دارن، اما هر کدام از ائمه علیهم السلام در یه خصلتی گویی ظهور و بروز، گویی اینجوری ظهور و بروز بیشتر باشه. امام رضا علیه السلام امام رؤوفه. رؤوف معناش مهربانه، رحیمم یعنی مهربان، اما فرق رؤوف و رحیم در اینه، رؤوف اون مهربانیه که رقیق القلب تره، یعنی زودتر میشه دلشو به دست آورد، زودتر میشه اون رو از خودت راضیش بکنی. امام رضا علیه السلام امام رؤوفه، یعنی مهربانیش، رقت قلبش، دوزش و درجهش خیلی بالاست. یه نمونه برات بگم که ببینی این رأفته چیه. یه روز دوتا روزنامه داره استان خراسان، یه دونش به نام قدس، یکیش به نام روزنامه خراسان. خیلی سال قبل گمان میکنم تو این روزنامه قدسش ایام ولادت امام رضا علیه السلام یه ویژه نامه، یعنی اینا که لای روزنامه میذارن و اضافه چاپ میکنن میدن، یه دونه از اینا هم گذاشته بودن. اونجا به مناسبت یه قصه رو از یکی از روحانیون مشهد اونجا آورده بود که میگو من یه رو داشتم میرفتم حرم امام رضا علیه السلام، میخوام رأفت رو برات معنا کنم. میگو داشتم میرفتم داخل حرم امام رضا علیه السلام، یه وقت دم یه خانومی از حرم آمد بیرون، همین که یه ذره از حرم جدا شد چادرش رو از سرش برداشت، تا کرد گذاشت تو کیفش. ایشون میگه من دیدم اینجا الان این زیارت بوده، چون معمولا انسانی که میره زیارت و اینا آمادگیش برای امر به معروف و نهی از منکر و موعظه بیشتره. من خودم اینا رو که میگم امتحان کردم. مثلا تو حرم امام رضا علیه السلام بگی آقا این انگشتر طلا حرام دستته، با تو خیابونای تهران خیلی فرق داره، اونجا اثرگذاریش بیشتر. تو مسجد الحرام به یکی بگی آقا این کار معصیت و گناه، اثرگذاری یعنی جا مکان اثر داره. بگو گفتم الان وقتشه من یه تذکری به این بدم. رفتم جلو گفتم خانم حیف نیست، شما الان زیارت امام رضا علیه السلام بودی، بعد از حرم آمدی بیرون، بعد چادرتو ور میداری، خب این چادر سرت میمون چقدر بهتر بود. گفتش که آقا من مسلمان نیستم، ارمنی هستم، آمدم زیارت امام رضا علیه السلام. بودم شما ارمنی اینجا چه میکنی؟ گفت من یه پسر بچه‌ای دارم، این از دو تا پا فلج بود و ما هر چند دکتر و اینها بردیم، این افاقه نکرد، درست نشد. اون مدرسه ای که بچه ما میرفت، بچه مسلمان هام که اونجا بودن تو محله و تو اون مدرسه، هی به این پسر ما میگفتن ببین ما یه دکتری داریم مشهد به نام امام رضا، اگه بری خوبت میکنه ها. اینم بچه بود، هی میومد خونه به ما میگفتش که این بچه ها دوستان میگن که یه دکتری مشهد اگه برم منو خوبم میکنه، منو ببره. ما هی حرفشو عوض میکردیم، گوش بهش نمیدادیم.
یه رو اصرار کرد، دیگه من مادرش بهش گفتم برای اینکه راضی بشه، گفتم ببین پسر جان، مادر جان، این دکتر مسلموناست، غیر مسلمان بره که به مطبش راش که نمیدن، که اون فقط مسلمونا میرن مطبش، تو همون عالم بچگی اینجوری براش بودم، اون دکتریه که مسلمونا رو ویزیت میکنه، ما رو که ویزیت نمیکنه. که اصرار کرد گفت نمت منو ببرید، ما این بچه رو برداشتیم آوردیم حرم، حالا کنار پنجره فولا توی یکی از صحنه‌ها تو خواب بود یا خواب و بیداری وجود مبارک امام هشتم علیه السلام تشریف آوردن. این بچه من فرمودن تو خوب شدی، یه پیغام برای مادرت دارم، اونم به مادرت برس، به مادرت بگو ما فقط مسلمونا رو ویزیت نمی کنیم، ما همه عالم غیر مسلمان هم بیاد ما راهش میدیم. اینو میگن امام رؤوف، اینو میگن امام مهربان. ریان ابن سلت میگه من، حضرت هنوز خراسان نیامده بود ظاهرا، همون مدینه بودن، میگه من میخواستم برم عراق، گفتم برم از امام رضا علیه السلام خداحافظی کنم، خداحافظی کنم، در ضمن دو تا چیزم از امام رضا بگیرم، یکی این که از امام رضا علیه السلام یکی از پیراهنای تنش رو بگیرم، تن مبارکش برای کفنم، یکی هم یه ذره پول تبرکی بگیرم برای دخترام انگشتر بدم درست کنن با پول امام رضا، بچه هم دستشون بود، دخترام دستشون. اومدم خونه امام رضا علیه السلام، چون میخواستم برم عراق دور بشم، مسافرت های اون موقع هم چند ماهه بود دیگه، اینقدر این شدت فراق و جدایی از امام رضا علیه السلام برام سخت بود و ناراحت بودم، از اون دوتا حاجته یادم رفت به امام رضا بگم، همینجا خداحافظی کردم، بدون گفتن از خونه امام رضا اومدم بیرون، اومدم بیرون صدای دلربای حضرت بلند شد، فرمودن یا ریان، گفتم بلا آقا، فرمود بیا بیا بیا، بلا آقا جان، فرمود نمیخوای یکی از پیراهنامو بدم برای کفنه، نمیخوای یکم پول بدم تبرکی برای بچهات انگشته، گفتم آقا اینا خواسته های من بود، یادم رفته بود، امام رضا امامیه که تو بری یادت بره، امام رضا یادش نمیره، یادش نمیره، این امام امامیه که قیامت زائرینش از همه برتر و از همه بالاترن. صلی الله علیه یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا ابن رسول الله